درود فراوان خدمت شما بینندگان شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 4 جولای روز استقلال آمریکا زادروز ایالات متحده آمریکا در 238 سال پیش را جشن گرفته است. او در پیام هفتگی خود تاریخ کشور را با بنیانگذاران ملت، کشاورزان، بازرگانان، وکلا، کشیشان و بنیامین فرانکلین که در 4 جولای 1774 اعلامیه استقلال کشور جدید را تصویب کردند، دنبال می‌کند و می‌گوید در آن زمان چون امروز رهبران ملت زمینه‌های گوناگون داشتند، اما باور به یک واقعیت آنها را یک پارچه می‌ساخت، اینکه ما همه برابر آفریده می‌شویم. اوباما پیام اعلامیه را که تمام انسان‌ها دارای حقوقی غیر قابل انکار از جمله زندگی، آزادی و دنبال کردن شادی هستند، تکرار می‌کند و می‌گوید آن اصول موجب شده است که آمریکا در دوره‌های جنگ و رکود و نیز صلح و کامیابی دوام بیاورد. آمریکا تهدید کرده است در صورتی که ایران حاضر به دادن امتیازاتی نباشد، قدرت‌های جهان ممکن است مذاکرات هسته‌ای با این کشور را ترک کنند. همکنون مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین جریان دارد. غرب ایران را به تلاش برای به دست آوردن جنگ‌افزارهای اتمی متهم می‌کند. از این روی تحریم‌های سختی را علیه این کشور اعمال کرده است. در صورت توافق دو طرف، تحریم‌های ایران لغو خواهند شد. به گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، یک مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، گفته است که 6 قدرت جهانی و ایران این گزینه را دارند که مذاکرات را 6 ماه پس از ضرب العجل 20 جولای ادامه دهند. اما این اتفاق زمانی رو خواهد داد که طرف‌های مذاکره عقیده داشته باشند ارزش تمدید مذاکرات وجود دارد. مسئولان ایرانی میگویند اگر بن‌بست مذاکرات تا 20 جولای ادامه یابد، دو طرف به سادگی میتوانند مدت آن را تمدید کنند. اما مقامات دولت آمریکا که با فشار قانونگذاران کنگره روبرو هستند، میخواهند مذاکرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. لس آنجلس تایمز در بخش دیگری از گزارشات خود به نقل از این مقام آمریکایی نوشته است که ایران در 2 روز اول مذاکرات این هفته امتیاز قابل توجهی نشان نداده و فاصله های جدی همچنان میان دو طرف وجود دارد. دولت آمریکا شامگاه روز پنجشنبه 3 جولای با فراخوان مسعود بارزانی برای برگزاری همه‌پرسی جهت تعیین سرنوشت کردستان عراق مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که تنها راه مبارزه با حملات گروه داعش یک پارچگی عراق است. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز گذشته از پارلمان این اقلیم خواست برای برگزاری همه‌پرسی درباره استقلال کردستان تاریخ تعیین کند. بارزانی طی سخنانی در پارلمان کردستان گفت آنچه در کشور به وقوع می‌پیوندد نشان دهنده شکست سیاست‌های نوری المالکی نخست وزیر عراق است. ارنست در این باره گفته است که آمریکا همچنان بر این باور است که عراق یک پارچه قوی تر است. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام داعش با تصرف شهرک الساحل در استان دیر الزور در سوریه بزرگترین میدان نفتی این کشور را به تصرف خود درآوردند. شبکه CNN گزارشی را در این زمینه منتشر کرده است. این گزارش به ویدیویی از مسئولان شهرک الساحل اشاره می کند که از نیروهای ضد داعش اعلام براءت می کنند و می گویند که با ابوبکر البغدادی رهبر داعش بیعت کردند. ابوبکر البغدادی به تازگی با اعلام برقراری خلافت اسلامی در سرزمین‌های تحت تصرف داعش خود را خلیفه مسلمین نامیده است. امریکا با استقبال برخی گروه‌های اسلامگرای مخالف حکومت سوریه مواجه شد. در این حال گزارش‌ها حکایت از آن دارد که جبهه النصره بدون هیچ مقاومتی میدان نفتی العمر و شهرک الساحل را به داعش واگذار کرده است. میدان نفتی العمر بزرگترین و مهمترین میدان نفتی سوریه است که ظرفیت تولید 75,000 بشک نفت را در روز دارد. در همین حال حکومت عراق اعلام کرد که با حملات هوایی خود به نیروهای داعش بار دیگر مانع از آن شده است که پالایشگاه نفت بیجی در این کشور به دست آنان بیفتد.
بنابر گفته مقامات محلی، هواپیماهای سوریه روز پنجشنبه مناطق مرزی خود با عراق را بمباران کردند که در جریان این بمباران 3 شهروند غیر نظامی عراق کشته شدند. پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق از حمله هواپیماهای سوری به مواضع گروه داعش در عراق استقبال کرده بود. پناهجویانی که از مناطق تحت تصرف داعش گریخته‌اند به بی بی سی گفته‌اند شبه نظامیان این گروه به طور روشمند غیر سنی‌ها و مخالفان خود را از سر راه برمی‌دارند. داعش از نظامیان و مقامات مناطق تحت تصرف خود خواسته است با ابوبکر البغدادی که مدعی خلافت مسلمین جهان است بیعت کنند و در غیر این صورت اعدام منتظر آنهاست. از زمان اشغال تکرید، موصل و چند شهر دیگر در شمال شرق عراق حدود 1 میلیون تن از شهروندان این مناطق آواره شده‌اند. به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز پیشروی‌های داعش در ماه جون گذشته 2461 تن کشته شدند. 46 پرستار هندی که در بیمارستانی در شهر تکرید در عراق گرفتار شده بودند، از این شهر منتقل و به مقامات هندی در استان اربیل در کردستان عراق تحویل داده شدند. قرار است آنها روز شنبه به هند پرواز کنند. این زنان از روز 10 ماه جون با تصرف تکرید توسط نیروهای داعش در بیمارستان محل کار خود گرفتار شده بودند. آنها به خاطر تسلط نیروهای داعش بر بیمارستان نتوانستند آنجا را ترک کنند. پیش از این رسانه‌های هند از دولت جدید این کشور انتقاد کرده و گفته بودند در تأمین امنیت اتباعش در خاک عراق کوتاهی کرده و برای نجات پرستاران هندی اقدامات کافی انجام نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تبریک به همتای آمریکایی خود به مناسبت روز 4 جولای سال روز استقلال آمریکا خواستار بهبود مناسبات دو کشور شد. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، پوتین در پیام خود تاکید کرده است که روسیه و آمریکا به عنوان کشورهایی که مسئولیتی سنگین برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی بر عهده دارند، باید در جهت منافع کل جهان با یکدیگر همکاری کنند. روابط روسیه و آمریکا دوران سردی را می‌گذراند. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، این روابط تیره تر شده است. از سوی دیگر پترو پوشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در تماسی تلفنی با کاتون آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که آماده تشکیل جلسه جدید برای مذاکرات با رهبران جدایی خواهان و مقامات روسیه در روز 5 جولای است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. با باشید.